در پایان چانه‌زنی های دو هفته وزرای پیشنهادی در صحن علنی و قبل از اون در کمیسیون های تخصصی، 18 وزیر با لب خندان از خانه ملت خارج شدند و کار 3 وزارتخانه هم به تعیین سرپرست کشید. بر اساس رأی مجلسی ها، خانم مرضیه وحید دستجردی به عنوان اولین وزیر زن در نظام جمهوری اسلامی معرفی شد. ضمن اینکه نگاه دقیق نمایندگان به منافع ملی و واکنش اونها به سناریوی ساختگی اسرائیل، وزیر دفاع رو با 227 رأی رکورددار آرای کابینه کرد. رأی موافق 227، رأی مخالف 54، رأی ممتنع 5. بنابراین مجلس به جناب آقای احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رأی اعتماد داد. فکر میکنم این تکبیر شما به خاطر اینکه بالاترین رأی رو مجلس به وزیر دفاع داد. اما اولین نفر و آخرین نفر فهرست پیشنهادی یعنی سوسن کشاورز برای وزارت آموزش و پرورش و محمد علی آبادی برای وزارت نیرو با اقبال مجلسی ها مواجه نشدند. ضمن اینکه نمایندگان ترجیح دادن فاطمه آجرلو همچنان همکار اونها باقی بمونه و فرد دیگری به وزارت رفاه بره. وزیر نفت هم با 147 رأی تقریبا لب مرزی روی کرسی وزارت نشست، در حالی که 5 وزیر دیگر با پشتوانه بالای 200 رأی به کابینه راه پیدا کردند. البته در مجموع کابینه دهم با اقبال بیشتری نسبت به کابینه نهم برخوردار شد و با پشتوانه آرای بالاتری شکل گرفت. رؤسای جمهور و مجلس هم که به همراه وزرای پیشنهادی هنگام شمارش آرا در جمع خبرنگاران حاضر شده بودند، از تلاش‌های جدی نمایندگان در جلسات رأی اعتماد تقدیر کردند. برداشت من این بود همه تلاششون رو کردن که بهترین تصمیم برای ملت گرفته بشه. نتیجه ای رو هم که نمایندگان بدن، ما او رو خیر برای کشور، خیر برای ملت می‌دونیم و کابینه رو که تحویل ما بدن بلافاصله تشکیل میدیم و انشالله مسائل کشور رو دنبال میکنیم. من دارم فکر میکنم نگاهی که در مجلس در این مدت، در این چند روز هم ساری و جاری بود، نشانگر الفت و دوستی و برادری بود. هرچند که ممکنه نقدها جدی بود در بعضی از موارد و وزارتخانه ها، اما دوستانه و آلمانه بود. مسئولین کشور ما ممکنه آراء متفاوت داشته باشند، اما در منافع ملی کشور یک صدا هستند و همراهی هستند. اما از حواشی جلسه امروز بشنوید که ابتکار مجلسی ها برای اخذ آراء امروز جلوه جدیدی در خانه ملت به وجود آورد تا نمایندگان ملت با صف کشیدن پشت صندوق های رأی یک جورایی صف متحد ملت در انتخابات را تداعی کنند. صفی که به قول رئیس جمهور یادآور دموکراسی واقعی در سرزمین ماست. صحنه 4-5 روز نشون داد که دموکراسی در ایران حقیقی است. واقعا نظر مردم است، نظر نمایندگان مردم است، نظر برآمده از آراء مردم است. رئیس جمهور منتخب مردم آزادانه انتخاب کرد وزراشو، تحویل مجلس داد، مجلس آزادانه بررسی کرد، چکشکاری کرد، همه ی مسائل رو زیر ذره بین گذاشت. دیدیم که به فضل الهی رابطه مجلس و دولت یه رابطه کاملا صمیمی است، رابطه اعتقادی است، رابطه مسئولیتی است، اما بسیار برادرانه است، بسیار صمیمی است. همه با هم میخوان کشور رو جلو ببرن. دیدیم که مجلس دولت همه پای آرمانهای انقلاب با اقتدار ایستادند. علاوه بر تغییر شیوه رأی گیری، شمارش آرا هم با حساسیت خاصی برگزار شد و 7 گروه 5 نفر از نمایندگان فراکسیون ها و شهرهای مختلف شمارش آرای وزرای پیشنهادی را بر عهده داشتند. با مشخص شدن ترکیب کابینه، رئیس جمهور پیشاپیش زمان و مکان اولین جلسه دولت دهم را هم اعلام کرد. اولین جلسه دولت یک شنبه شب در مشهد مقدس. بریم خدمت امام رضا علیه السلام.